سلام دوستان وقتتون بخیر باشه افغانستان بعد از خروج آمریکایی ها ماجرایی که پیگیر اخبارش بود این در چند ماه اخیر و میدونیم که چه اتفاقاتی گذشت و چه گذشت بر این کشور حالا نگاه های شما ممکن هست متفاوت باشه با هم دیگه ولی کلیت ماجرا آن چیزی بود که به عنوان خروج آمریکا یا فرار آمریکایی ها از افغانستان ازش یاد میشه آمریکایی های از افغانستان خارج شدن که تصاویرشون موقع خیلی ها رو کلافه کرد آمریکایی هایی که با هواپیما های افغانستانی هایی که با هواپیما های آمریکایی خارج شدن تصاویر دلخراشی هم منتشر شد از سقوط بعضی از اونها از هواپیما ها و افغانستانی هایی که در داخل این کشور مانده اند میخوایم چند تا فیلم ببینیم بعد یک خبر حیرت آور و عجیب و غریبی که این روزها در رسانه ها منتشر شده رو با هم بررسی بکنیم ببینیم که <تص> وضعیت از چه قراره این فیلمی که میخوایم با هم ببینیم مربوط به امارات هست افغانستانی های که اعتراضاتی رو انجام دادن تظاهراتی رو انجام دادن ببینیم ویدیو رو امروز همین تظاهرات که شما دوستان عزیز میبینید به خاطر است که ما را ها کشید از افغانستان کسایی که کیس داشتن یا نداشتن یا از کابل یا از مزار شریف هم ما را در ماه آگست یا سپتامبر یا اکتبر آوردن در کمپ ابو زبی که تقریبا شش ماه 5 ماه 4 ماه از هر کدام میشه که هستیم به سرنوشت

ما ورزشکار حرفه‌ای افغانستان هستم ممسال ما دیگر کادرای بسیار مهم ده ایجه است که در سرنوشت از و اونا اینا هیچ کنه تصمیم نگرفتن اینجا به سرنوشت در اتاق ما را قلف کردن امروز همه ما خوارا برادرها بر اومدیم به خاطر ازی که سرنوشت ما را امریکا معلوم کنه ما از عرب از عرب یا از ار ار چیز افراد ابو ظبی کدام گله و شکایت نداریم که اینا در برابر ما تصمیم بگیرن این به خاطر است که هدف ما که یو امریکا باید ما را ایجا کشیده ما را ایجا بکشن نمی یا ما رو میگن که کسایی که کیس دارن پروسسشان نمیجا میشه تا ویزا بگیرن که بسیار وقت میگیره چهار سال پنج سال شش سال میگیره و کسایی که کیس ندارن در ایجا تقریبا پینجا فیصد شست فیصد مردم به کیس هست کیس خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم افغانستان هایی که از کشور خارج شدن که اصلا اوضاعشون خیلی وحشتناکه به خاطر اینکه حرفم نمیتونن بزنن اینا به محض اینکه اعتراض میکنن در یک کشور این کسانی که با هواپیماهای آمریکا خارج شدن بدترین حرفا خطاب به اونها زده میشه که من بارها دیدم در شبکه شما مثلا یه ویدیو منتشر میشه افغانستانی میگه من الان تو این کمپم آمریکا ها من از افغانستان خارج کردن یا من با آمریکایی خارج خارجم وضعیتم اینه بعد زشت حرف ها توی کامنت ها که خب نیای حالا که اومدی وضعیت این شکلیه این بنده خدا الان نکاتشو گفت میگه من یه ورزشکار افغانستانی هم امسال من توی این کمپ خیلی زیادیم حالا من عدد اگر بخوام بگم من شنیدم که چیزی حدود 9000 نفر از افغانستانی ها رو آمریکا منتقل کرده به امارات حالا حرف حساب اینا چیه اینا میگن ما اصلا مشکلی با امارات نداریم اونایشون که رفتن در قطر هم, هم میتونیم ما اصلا با این حاکمیت مشکلی نداریم ما اون اینه که تو اومدی ما رو اینجا استقرار دادی و الان تکلیف ما نامشخصه میگم افکار در شبکه های اجتماعی اینها رو نمیفهمه عمده ی پیام که برای اینها میره به شدت منفیه و به شدت سرزنش کننده است که خب این شرایطی است که خودتون انتخاب خودتون انتخاب کردید حتی یکی دو تا مورد من دیدم که کاربرهای افغانستانی گلایه کردن از وضعیت غذایی که اونها داده میشه در آمریکا بعد کاربرهای آمریکایی خیلی زشت اومده من از خجالت اینها در اومده بودن این وضعیت افغانستانی هایی که مجبور شدن کشور ترک بکنن بعد از خروج عجیب و غریب آمریکا از افغانستان و ما یه دعوای اساسی داریم یعنی با آمریکا این که تو رفتی نشستی مذاکره کردی تصاویر و فیلماش هست پومپئو رفتن گفته گفتگو کرده با طالبان اینا رفتن بحث کردن دیالوگ کردن به این جمعنی رسن که طالبان بیاد مستقر بشه هیچ همکاری هم انجام ندادن با دولت افغانستان طالبان اومده تا خود کابل و مستقر شده خب حالا که این شریط اتفاق افتاده حداقل این خروج ناگهانی رو انجام نمیدادی یک شوک عجیب و غریب این خروج شما به جامعه افغانستان داد که البته امروز دیگه خیلی ها اعتراف میکنن یعنی میگن اگر میتونست معقولانه تر رفتار میکرد ولی چاره این نداشته چاره ای نداشته از این که این رفتار ناگهانی نشون بده به هر جهت این وضعیت افغانستان خارج از این کشوره یه فیلم میخوام ببینیم از داخل افغانستان تو من, من مجبور هستم صدای این فیلم رو قطعش بکنم به خاطر اینکه اجازه بدید به خاطر اینکه اگر پخش بشه به نظرم به خاطر آهنگش حق کپی رایت خواهد خورد <coughs> ببخشید یه ویدیو از داخل خود افغانستان مردم در کابل ایستادن برای گرفتن نان رایگان دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید افرادی که اومدن دارن نون بین مردم توضیح میکنن وضعیت به این شکل حالا تصاویری هم از نانوایی ها منتشر شده که اصلا افرادی صف و سن نشستن در مقابل نانوایی ها بلکه شرایط فراهم بشه این نانوایی که داره بین مردم نان توضیح میکنه بتونه یک مقداری نان هم به اینها بده ادامه این فیلم رو ببینیم بعد من نکات خودم رو عرض کرد خیلی خب این ویدیو رو هم دیدیم همزمان با این وضعیتی که دارید مشاهده میکنید هم در داخل افغانستان و هم در خارج افغانستان شاهدش هستیم یک خبر در رسانه ها منتشر شده من دوست دارم تیتر خبر رو برای شما بخونم البته احتمالا یه سری از شما دوستان عزیز که پیگیر مسائل افغانستان هستید اینها رو خبر دارین برای شما چیز جدیدی نخواهد بود ولی من تیترش رو برای شما میخونم نوشته که رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا 7 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان در آمریکا بلوکه شود و نیمی از این پول به قربانیان حوادث 11 سپتامبر در آمریکا اختصاص یافت چجوری شد یعنی شما گفته گفتگو کردین که طالبان بیاد در افغانستان حاکم بشه حاکم شده الان 7 میلیارد دلار از پول مردم افغانستان مردم که اون وضع خارجیاشونه اونایی که در خارج توی کمپا هستن هیچی هم نمیتونن بگن حرف میزنن فوش میشن اینا هم حرف اینا هم وضع اینشون که در داخلن تو صف نون وایسادن که نان رایگان بهشون برسه 7 میلیارد دلار از پول اینها بلوکه شده 3.5 میلیارد دلارش قرار هست از این پول داده بشه به آه... کسانی که هر حادثه 11 سپتامبر جان خودشون از دستن یه بار ماجرا رو ساده بکنیم ببین یه پولیه این وسط قبلش اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بوده پول مال مردم افغانستان بوده الان اشرف رفته این شده پول طالبان از نگاه آمریکایی‌ها و میگن این پوله باید برسه به کسانی که در ماجرای 11 سپتامبر جان خودشون از دست چجوری شد من واقعا متوجه نمیشم. یه بار اینو یکی برای من توضیح بده این پول قبلش پول افغانستانیا بوده یعنی تو نگاه می‌کردی نمیگفتی پول اشرف غنیه من اگر با اشرف غنی مشکل داشته باشم نسبت به این پول تصمیم میگیرم نه این پول افغانستانه مشکل باشه ندارم الان که اشرف رفته شده پول طالبان همون پول است هیچ فرقی نکرده ولی شده پول طالبان حالا این داره روش تصمیم گیری میکنه. من میتونم این برداشت داشته باشم که تو یه قماری انجام دادی همه چی تو توی افغانستان باختی شکست خوردی در لحظه آخر و دقیقه 90 مذاکره کردی با طالبان بدون جنگ بدون درد بدون خونریزی مستقرشون کردی 7 میلیارد دلار زدی به جیب میتونم همچین برداشت داشته باشم توهم توته اثره ولی رفتار کثیف تو باعث میشه که من به این توهم توته خودم اعتبار بدم بریم جلوتر اون اتفاق عجیب غریبی که من دیدم خیلی از کارها بهش پرداختن یه توییت فوق العاده در خصوص دیدم دوست دارم که توییت رو برای شما بخونم یک کاربر آمریکایی، که رصد کننده مسائل خاورمیانه است گفته که ما بررسی ساده انجام دادیم دیدیم که از جمعیت افغانستان دو سومشون سنشون زیر 25 ساله یعنی چی یعنی زمانی که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده اینا یا به دنیا نیومدن زیر 25 سال سنشونه یا اون موقع اینا توی دنیا نبودن یا اینکه این جماعتی که داریم ازشون صحبت کنیم دو سه سالشون بوده اون موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاده یا نبودن روی کره زمین یا دو سه سالشون بوده تو کدوم ماجرا تو ماجرا 11 سپتامبری که هویت کسانی که انجامش دادن سعودی بوده به هر جد دو سوم جامعه افغانستان دو سوم جامعه افغانستان سیر 25 سالن پس اینا یا اون موقع نبودن یا دو سه سالشون بوده تو الان داری ماجره 11 سپتامبر رو که به ازای هر یه دونه انسانی که اونجا کشته شده 150 تا افغانستانی کشتی 150 تا افغانستانی کشتی باز دوباره داری از این دو سومی هم که اون موقع اصلا روی کره زمین نبودن باشون با حساب میکنی از جیب داری کم میکنی خب این باج... با این یک نوع باجگیریه این چیزی که یعنی یک نوع باجگیریه که تقریبا همه بهش اشاره کردن سازمان ملل من دیدم که تاکید کرده برای اینکه میخواد ورود بکنه به این مسئله البته اینا به نظر من بیشتر شبیه تنز این حرفایی که زده میشه که سازمان ملل میخواد ورود بکنه پیگیری بکنه کارو مؤثر انجام من تو امیدوارم به برسه که این انجام نده ولی شش اون آب نمیخوره بر تجربه و بر اساس اون چیزی که در طول این دیدیم چشم اون استاد به این قضیه آب نمیخوره فیلم و عکس خیلی در خصوص این قضیه زیاده من میتونم براتون پخش بکنم ولی ترسم از اینه که فیلم ها به اصطلاح خودم حذف بشه به خاطر اینکه حق کپی رایتش بخوره ولی مثلا یه نمونه رو بخوام مثال بزنم فیلم هست که طرف در پخش زنده تلویزیون افغانستان داره صحبت میکنه در خصوص همین اموال بلوکه شده داره توضیح میده که او آمریکایی‌ها اومدن یک بخشی از اموال مردم افغانستان رو مصادره کردن نمیتونه ادامه بده میسن زیر گریه آقا مثلا مردم گرسن تو اصلا از وضعیت افغانستان خبر داری اینجا هستی میدونی اوضاع چه شکلیه و خب نمیتونن افراد نمیتونن اون کسانی که دارن ماجرا رو روایت میکنن خودشون رو کنترل کنن و گریهشون میگیره یه خبری منتشر شده نوشته که دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که این سازمان و بانک توسعه اسلامی برای آزادی پول های مسئول افغانستان با طرف بین المللی مذاکره میکنند گفتی که ما میخوایم بریم یه پیگیری انجام بدیم ببینیم می‌تونیم پول ها رو آزاد بکنیم یا نه من سال سوال میخوام بپرسم سوال من از اون سوالاییه که بعضی از دوستانم ناراحت میکنه ولی من مجبورم بپرسم رفقا یه جماعتی رو داشتیم توی جامعه ایران زمانی که ماجرای افغانستان پیش اومد اینه یقه حاکمیت چسیری بودن که برو مثلا توی خاک افغانستان وارد جنگ شو با چی بجنگم اصلا چرا بجنگم به چه بهونه‌ای بجنگم الان چند ماه گذشته کدوم خطر مرز منو تهدید کرده به چه دلیلی باید درگیر می شدم کشور خودمو ظرفیتش درگیری مسئله می‌کردم اصلا چرا باید برم تو خاک افغانستان تاکید می‌کنه نه یا باید وارد جنگ بشی یک جماعتی از پنچیر هستن تو باید بری از اونها حمایت بکنی اصلا انگار مثلا توی دنیا هیچ کس دیگه ای نبود فقط کشور ایران رو متهم قضیه معرفی میکردن متهم قضیه افغانستان و حواسش هم نبود که آقا افغانستانی ها هم دارن میبینن عراجیف شما رو دارن میبینن من سوالم الان این جماعت الان کجا آقا شما نگران افغانستان بودی دیگه شما نگران پنشی بودی شما نگران احمد مسعود بودی شما نگران انسان های گرسنه افغانستان بودی الان کجا اینا چرا فریاد نمیزنن اون سلبریتی هایی که پست میفرستادن اونایی که توی اینستاگرام میگفتن که افغانستان رو دریابید الان نباید افغانستان رو دریابیم الان آمریکا اموال اینها رو بلوکه کرده سونی میلیارد دلار از پول اینها رو که دو سومشون اون موقعی که حادثه رخ داده روی کره زمین نبودن گرفته میخواد استفاده بکنه به نفع خودش الان نباید فریاد بزنید الان افغانستان مهم هست یا نه من ساده میکنم مسئله رو حتی میخوام عبور بکنم از این که این جمله رو بگم که در دقیقه این افراد افغانستان نبوده نه باید جمله رو بکنم میخوام بگم که یک بخشی از جامعه ما رو رسانه داره به شکل عجیبی کنترل میکنه رسانه تصمیم میگیره فرمان رسانه هستی که غرب دیگه امپراتوری رسانه هست اوناست اون تصمیم میگیره که تو الان فریاد بزنی که ایران برو وارد افغانستان شو وارد جنگ شو اگر ایران این کار که کشور خودتو متهم بکنی تو فریاد بزنی برای پنشیر اون موقع دغدغه رو این بدونی اون موقع اولویت رو این بدونی الان از خودت نپرسی که آقا مثلا افغانستان الان مهم هست یا نه الان نیاز هست من مطالعه بکنم یا نه الان نیاز هست من جامعه جهانی رو در این اتفاق عجیب و غریب بکنم یا نه این قابل تعمله این قابل تعمل هست از این جهت که انسانهایی در شرق زندگی میکنن که این انسانها در حوزه رسانهی و در حوزه فهم اخبار دوچار فروپاشی ذهنی شدن رسانه اینها رو مدیریت میکنه و این میتونه در آینده برای خودشون و برای کشور اونا خطر آفرین باشه امیدوارم بهترین ها پیش روی مردم افغانستان باشه خبرهایی که امروز در منتشر میشه چیزهایی که میشویم کلافه کننده است آزار است نمیشه که اینها رو شنید و کلافه نشد نمیشه که این مسائل رو شنید و آه نکشید امیدوارم که از این فضا افغانستان عبور بکنه و یه, یه چیزی هم داخل پرانتز بگم رو دوست عزیز Uh, یه جمله خیلی خوبی رو یکی از دوستان گفت و اون جمله این هست که اون کسی که باید و میتونه مشکل مردم افغانستان رو حل بکنه خود افغانستانی ها هستن افغانستانی ها این شما میتونید این کار بکنید سند ارائه بدم اثبات بکنم آقا این جماعتی که رفتن این جماعت زلزله که رفتن توی سوریه و عراق پدر داعش در آوردن همون افغانستانی که ارتشش رو آمریکا تربیت کرد ارتشه هیچ غلطی نتونست بکنه با همه بیعت کرد با بیعت کرد با طالبان بیعت کرد با بیعت کرد همون افغانستانی این لشکر هم داره حال لشکر فاطمیون داره ها پس افغانستانی ها مشکل ندارن آخه بعضی اصلا نگاه میکنم یه شاید مشکل از ما اصلا ملت ضعیفی هستیم نه مشکل از شما نیست شما تمام ملت توانمنده ای این اراده ها باید به وجود بیاد این همدلی باید به وجود بیاد از کجا نمیدونم باید بهش فکر بکنید باید جامعه رو به انسان هدایتش بکنید ببین شما تا زمانی که در فلان کشور و فلان نقطه و فلان جا باشین زمانی که متاسفانه مهاجرت بر جامعه افغانستان تحمیل بشه هر چقدر فریاد بزنی بگی در این جامعه داره من ظلم میشه کسی توجه میکنه همه میگن وضعیت خودته میخواستی بری تو کشور خودت دقت میکنی داستان چه جوریه هیچ کس سر تو رو نمیفهمه این جماعتی که الان توی ابو دارن فریاد فریاد میکشن رو نگاه بکنید یه ویدیو ازشون در شبکه های اجتماعی منتشر میشه طرف میگه آقا این مشکل رو من الان باش رو رو هستم سرزنشش میکنن تو کامنت ها دردناکه یعنی هیچ کس هیچ کس در جامعه دنیا انگار نمیخواد و نمیتونه این جماعت رو بفهمه افغانستانی ها رو نمیخواد بفهمه باید خود افغانستانی ها برای افغانستان یه فکری بکنن امیدوارم که این جامعه به این سمت هدایت بشه نکته دیگه ندارم مخلص سمی رفقام هستم الهی که پرچم افغانستان بالا باشه پرچم رفقای مشین بالا باشه و الهی که بهترین ها پیش روتون باشه اگر نکته بود در کامنت ها برای من بفرستین وقتتون بخیر